الأصل أن المسلم يتطهر في بيته، يعني يتوضأ ويلبس أحسن الثياب ويخرج جاهزا للصلاة، يعني لا يؤخر الوضوء والطهارة إلى المسجد. افضل و برتر این هست که مسلمان در خانه خودش وضوء بگیره و بهترین لباس خودش رو بپوشه و برای نماز آماده باشه، نه اینکه وضوء رو به تأخیر بندازه و بدین سان برای نماز آماده خواهد بود. یمشی او یرکب والمشی افضل، میتونه با پای پیاده بره و یا سوار بر مركب، البته با پای پیاده به مسجد رفتن افضل و بهتر است. لكن يمشي الى المسجد في سكينه في الحركات ووقار في الهيئه، يعني لا يخرج الى المسجد وهو يهرول وهو يعني رافع الصوت او مشمر مثلا. وقتی که با پای پیاده به مسجد میره باید سکینه و وقار و آرامش در هنگام راه رفتن داشته باشه و عجله نکنه و با شتاب راه نره. اذا وصل الى المسجد يجعل الدنيا خارج المسجد ولا يدخل الدنيا معه الى المسجد. وقتی که به مسجد میرسه دنیا رو بیرون از مسجد رها بکنه، نه اینکه دنیا رو با خودش به داخل مسجد ببره. فلا يمكن ان يبيع ويشتري في المسجد، و از این رو خرید و فروش در مسجد درست نیست. او ينشد الضاله، يعني يبحث عن الاشياء المفقوده في المسجد، یا نباید در مسجد اعلام بکنه که فلان چیز گم شده. او یعنی انت تعرف بعض الناس يتكلم في السياسه، يتكلم عن الاوضاع الماديه، يترك الدنيا خارج المسجد وان المساجد لله. یا همچنین نباید در مسجد از مسائل سیاسی و امور دنیوی صحبت بکنه، چرا که مساجد از آن الله متعال هست و اونجا فقط باید الله رو عبادت بکنه. نعم، يتقدم الاصل أن الإنسان يتقدم إلى الصفوف الأولى، الرجال يتقدم إلى الصفوف الأولى، لا يتأخر، يعني لا يبقى في آخر المسجد. وأصلاً إن هاس كي مردها صفهاي أول قرار ميگيرند و از این رو نباید شخص وقتی وارد مسجد میشه در انتهای مسجد بمونه، بلکه در صفهای اول قرار میگیره. نعم، إذا كانت الصلاة لم تقم بعد، يعني لم يدخل الإمام في الصلاة، يصلي الصلاة القبلية السنة الراتبة القبلية أو يصلي تحية المسجد قبل أن يجلس. وأگر نماز إقامة نشده باشه سنت های راتبه قبل از نماز رو میخونه یا تحية المسجد رو به جا میاره. نعم، وإذا كان الصلاة قد أقيمت يكبر تكبيرة الإحرام ويدخل مع الإمام على أي هيئة يكون عليها الإمام. وأگر إمام نماز رو شروع کرده باشه در هر موقعیتی که باشه با تکبیر وارد نماز میشه و به نماز بعد جماعت ملحق میشه. نعم، و ثم اذا سلم الامام يقوم ويقضي ما فات، و وقتی که امام سلام داد اون مقدار رکعاتی رو که از دست داده کامل میکنه و نمازش رو به انجام میرسه. نعم، الصلاه تدرك الركعه بادراك الامام قائما او راكعا. دریافتن نماز در حالی هست که امام در حالت قیام باشه یا در حال رکوع باشه، این حالت دریافتن رکعت هست. نعم، والمسلم يعني لا يصنع هذه الاشياء التي يصنعها بعض الناس هدانا الله اياهم، من انه يدخل يرفع الصوت، يتكلم في الجوال، يلعب، ينظر في الساعه حتى يقيم الامام مثلا الصلاه وغير هذا. اینطور نباید باشه که برخی از افراد متاسفانه برای ادای نماز سر و صدا را می اندازند یا به ساعت و تلفن و اینها نگاه می کنند و به نحوی ایجاد تشویش می کنند در مسجد.